آنیما ریاکشن به آلبوم جدید آقای کچی بیت. اسم آلبوم هم هست زوزه. زوزه زوزه بریم و بیایم ببینیم زوزه چیه. درود، من پدرامیتو هستم. و من ساگل هستم و خوش اومدید به کانال پدرامیتو، مادیار سابق بگاه رفته. ای یک ماه دیگه دوباره تو مادیار شنبول میشیم بچه. کچی اومده. چی آورده؟ آلبوم چند تا ترکه؟ بذار ببینیم. هشتا. چرا اینقدر هشت دوست دارید شماها زتایی ها؟ کردی تو هشت دم نمیدی؟ هفت هم دادی؟ نه هم دادی؟ دیواره سنگی اولین ترکه. خب که از شدم. او یه فیت با پوتک هم داریم تو آلبومه. چقدر خوب. مرگ بر تو اسکول، اون سوسکول سکول سکول. خب فاز سکته ها، نمیترسم از خودم، از خودم بدم میاد، نمیترسم از خودم، بعد از خودم بدم میاد، خودم. ببین من آتئیست دوست دارم بس کنم همه چی به خدا، از خدا هم بدم میاد خوندم، از خودم بدم میاد. اوکی بریم ترک اول داشته باشیم، دیوارهای سنگی. برو بریم. Let's go. آبیاسو زدی؟ یه بار بلند یه بار کن بیام بلند کن یه بار مناسبه برای آبیاسو بزرگش کن. باید بری تو بزرگش بریم که داشته باشیم. تربیتی تو کسافت. دیوار سنگی رو تختم. خب بذار اول کاور رو بررسی کنیم. این عکس کاور که دختر دنبال بازخونه کشه خیلی معروفه. نقاشی گرافیتی روی دیوار خیلی معروفه، همه جای دنیا هستش. اصلا یه عکسیه که خیلی جنده شده دیگه، همه جا هست. بعد این نوشته ها به نظرم هیچ چیزی توش داره. 100% از این زتایی ها دو سه تا حرکت رمزآلود بر میاد تو کاور هست. من نمیدونم الان چیه، یا باید تصویر رو برعکس کنی یا اینوریش کنی یا اینوریش کنی، بالاخره یه کاری لولش کنی. آره یه حرکت. اونایی که این کارن برن دنبالش ببینن چی میتونن از توش بکشن بیرون. بریم دیواره سنگی رو. تختم خوابیدم ولی انگار اینجا تا منی، آخه من پنجرم میله نداشت، این لباسا منو میده از آب، ایشکی نیست و دلم میره الان، چی میشه فردا با وقتی میگه از آن، کاشکی پاشم من خواب. آه این از زبان یک مبارز دربنده که حکم اعدام گرفت به نظر من، حالا شد اگر اشتباه نکنم از زبون اونو، یا مثلا داره همزاد پنداری میکنه با کسی که توی سلوله. آها میگه نه خیلی میگه دیوار من نیست، دیوار من چیز نداشت، میله نداشت. آها این لباس تن من این چیه؟ فردا چی میشه اگه بده از آن واقعا؟ فردا وقتی میگه از آن، کاش کی پاشم من خواهد، چون من به این چیه، من حقم رو زدم دار که حقم دار، هنو دارم وقت، کاش بگیرن شهر رو باز کنن در رو، یادت نره من رو، من اینجا من چرا واسدی، من یه اومد آزادی، هیچکی نمیدونه کجام جاست خدا، مامان کاری نت. بک فوکالش خیلی قشنگ بود، اومد تو بخورده سعی کنم احساساتی نشم فوکوس داشته شدم. بچه ها یک نکته یه میخوام بهتون بگم که هر چقدر که این اعتراضات فرسایشی تر و درازتر بشه و تعداد کشتارها بیشتر بشه که نیروی تاریکی اینو میخواد، کشت و کشتارها که بره بالا میبینید که آخونده میان دست قطع کنید، فلان کنید، بکشید، اعدام کنید. میخوان چهره اسلام رو هر چقدر که میتونن، دین رو کلن بیشتر نابود کنن، که البته من با این موضوع خیلی موافقم، ولی نه به قیمت از دست دادن جون عزیزانمون. آقای رسانی هر راه درستش، ولی
هر چقدر بیشتر طول بکشه چهره اسلام بد و بد و بد و بدتر میشه. اینو من خطاب بسیجی ها دارم میگم، هر چقدر که این آخونده بیان حکم محاربه بدن بزنید بکشید اینا، فکر نکنید که اسلام تو دل ما ایرانی ها و کل دنیا تبلور پیدا میکنه، وای چقدر دینش قشنگه، رفته سطلاش خال آتیش زده کشتنش، وای چه دین زیبایی، چقدر مهربانی. دارید به خودتون بد میکنید، به اعتقادتون دارید بد میکنید. ببینیم بک فوکال یه چیزی گفت جم جز خدا با من کاری نتونست بکنم جز دعا شب و صبح یه ساعت نمیگذر خواهم نیبر خواهم اون ببر خیلی کمه کسی فر یادم اون نمیشنه و پشت این همه دیوارای سنگی اینجا جای منی چرا اینجا سرم نی بس این فازای سنگی کار بشنگی میگیش که صدا ما نشته حالت خوب خیلی ها سعی میکنن صدای بچه های درون بند باشن ولی خب باز زمانی واقعا ظلم ریشه کن میشه که حتی اونی هم که بهش ظلم نشده از دیدن اون ظلم به همون اندازه ناراحت بشه و بعضی وقتا خیلی ناراحت میشم این بیتفاوتی های یه سری افراد رو میبینم. یکی از فامیلا هم میگفتش که صبح رفته بودم بیرون باورت نمیشه تو کرج داشتن میزدن میکشتن جیغ داد خون خون ریزی، میگفت 10 متر رفتم اون ورتر مردم نشسته بودن تو کافه میگفتن میخندیدن اصلا انگار اصلا خیلی شعر واسه شون عادی بود، میگفت اصلا انگار اصلا ممریخ که اصلا اون صحنه خودش یه فیلم بود، یعنی باید تصویر برداری میشد مثلا نشون بدی که چه اتفاقی داره تو ایران میفته چند متر این ورتر و چند متر اون آره و این خیلی ناراحت کننده است واقعا. عجیبه این موضوع، خیلی عجیبه. یکاش درست بشه. درست نمیشه، باید درستش کنیم. یکاش درستش کنیم، درست بشویم این درستشه. یه نکته یه هم میخواستم بگم، اینقدر ما رو برد توی خاص. چقدر قشنگ خونده، یه وزن خیلی خوبی داره توی کار. کچیبیز هم گنگ رو خوب میخونه، هم احساسی رو خوب میخونه، هم ریدم به تتلو رو خوب برده، کلا خوبه، بیت خوب میزنه. گنگ این نیستش که نمیدونم چی بهشی، گنگ اونه که بری سر کار، اون گنگش من خیلی آره خیلی هر ترک خوبی بود. بس این فازای سنگین نکته رو میخواستم، میگه خوابم نمیبره اگرم ببره خیلی کمه. واقعا الان تو این 3 ماه من که اینجوری هم، سوگل هم تقریبا اینجوریه، از شب که میخوابیم تا صبح که بیدار بشیم من خودم اینجوری هم 3 بار 4 بار میپرم، حالم بعد کابوس میبینم، اصلا خیلی اوضاع احوال روحیم به هم ریخته شده دیگه. واقعا یه جورایی داریم اذیت میشیم هممون، ولی اگر قرار باشه پیگیری نکنیم و دوباره بخوابه این اذیت شدن رو دوباره باید بشیم، یعنی دوباره باید کلی اذیت بشیم تا به این مرحله‌ای که نظام ضعیف شده برسیم. نه چون اگه ولش کنیم دوباره خودش رو تقویت میکنه دیگه. بنابراین ادامه بدیم با هر کمپاریگی هست ادامه بدیم. بعد عادی سازی هم نکنید از میوه خوردن و غذا خوردن و سگ و گربه و خرید کردنتون و نمیدونم کریسمس چهارشنبه سوری یلداست اینا فیلم نگیرید. خیلی دلشون خوشه، خود زندایمو داشتم استوریاشو نگاه میکردم، انار رو درست کرده بود سفره آره شب یلدا و فلان، گفتم دمتون گرم خوش به حالتون واقعا. درسته الان گفتیم مخم رفتیم اونجا، درسته که این انار آرایی و سفره آرایی دیگه ملت واسه خود خودشون و خانوادهشون نمی کنن، واسه مردم میکنن دیگه. دقیقا واسه استوری بگیره ببینید من چقدر هنرمندم، من انار رو ببینید چقدر قشنگ بلدم درست کنم که اونتون بسوزه. شما بلدیست، انگار مثلا ما نمیتونیم
این کار رو. که خودشون هم وضعیت آنچنانی ندارن ولی باز همون زندگی قبلشون رو دارن ادامه میدن، این خیلی اذیت هم میکنه. یعنی من شرایطم خیلی بهتر از اوناست و دارم میبینم که چه شرایط سختی هستن. استوری اگه بخوای بذاری استوری های خفن تری میتونی بذاری از زندگیت. کوچیکترین واقعا هیچ چیزی ازشون نه نه و فازشون اینجوری که ما نه این بریم نه اون بری کیرم نه اینجوری نیست. ما اصلا کار نداریم که کلامونو باد نبره. ما سیاسی نیست. تو اون فاز ما سیاسی نیست. فرا رفتم بگو منو یادشون نمیره، بگو میشه آسمونه تیره، تا شهر رو نگرفتن نمیشه که خوابشون بگیره، چیزی که آرزومه اینه بهم گفتن دشمن خودم و میدونم میرم بهش، چون استادم جلوانایی که خودم دیدم به چشم اون بالا میگم بهش خدافز عشقم تو دام بده میام پیش خدا برستم ببین اسم تو رو کجا نوشتم رو ابرا رو این دیوارای رنگی این بالا بگردی ببینی منو بخواب رو این بالای من بقالش میگه صبر. آره صبر یا سرد؟ سرد صبر نمیدونم صبر سرد میگه نمیشه. بگو که منو یادتون نمیره. آره از عشق شفاقتیم ولی واقعا ما که یادم نمیره این همه رشادت رو، حتی هر کاری که میتونیم بکنیم. آره. نگه داشتن اسمشون، جاوید نگه داشتن اسمشون به واسطه حالا توی شعر توی خیابونها. آره. حالا این بچه‌هایی که فوت شدن واقعا آدم قلبش درد میگیره ولی بیشتر باید تمرکزمون رو بذاریم روی کسایی که زندن. یعنی باز ما داریم همون مرده پرستی و زنده کشی میکنیم. خب کسایی که کشته شدن شهید شدن دیگه این آهنگو نمیتونن بشنون. آره دیگه رفتن دیگه نیستن و شما همه تمرکز، یعنی خب سختم هست من خودم الان دارم اینو میگم واسه من سخته که مثلا بگذرم از این موضوع ولی بیشتر تمرکزمون باید واسه بچه‌ای باشه که تو زندانن. آفرین. تعدادشون کم نیست، بیگناهن همشون، یعنی به خاطر حقوق شهروندیشون و اعتراضی که کردن تو زندانن. و الان ما همه تمرکزمون روی بچه‌ای که کشته شدن و اصلا خیلیشون فراموش کردن که کیا الان تو زندانن و چشم ما دارن، یعنی همه امیدشون ما این. آفرین خیلی قشنگ گفتی. به خدا خیلی قشنگ گفتی. باید یه کاری واسه شون بکنیم. چون الان خود منم بعض وقتا میرم تو فاز کشته شده ها دیگه، ولی واقعا کشته شده ها رو باید بذاریم بعد از آزادی بهشون بپردازیم. عزاداری. آره. عزاداری حالا عزاداری همیشه وقت هستش ولی اگه این کار نکنیم خیلی، یعنی تو عزادارتر میشی. آره باید همینجوری ادامه بدیم این عزاداری. آفرین. پس تو میگی این آهنگ از اینجور آهنگ ها نباید بیاد بیرون. نه اتفاقا این آهنگ قشنگ هم راجب چیز دیگه، راجب بچه هایی که اتفاقا همین من رو برد تو فکر، بچه هایی که توی زندانن همین تفکر رو دارن، همین درد رو دارن میکشن. آره دیگه دیواره سنگی هم هست. آره و اتفاقا خیلی کار خفنی بود یه خورده ما رو برد تو ولی اون فضا. ولی کلا حرفت اینه که بکشیم بیرون از کسایی فعلا، بکشیم بیرون از کسایی که کشته شدن، اینقدر اونا رو بولد نکنیم. و چیا رو بولد کنیم؟ کسایی که توی حبسن و کسایی که به واسطه این جمهوری اسلامی زندگیشون نابسامانه، حالا فقیرن، تویی دستن. خواهر پویا بختیاری رو به جرم بختیاری بودن الان 5 سال بهش حکم دادن. خب این چه عدالتی داداشش رو کشتین خودش هم که اینجوری. آره باید کشته شدن بخوایم نخوایم بولد میشن، نمیشه بهش بی تفاوت بود. اون بولد شدن فرق میکنه، اون توجه هست، چون همون خبر کشته شده ها خیلی آدمو غمگین میکنه و ما باید از نظر احساسی آره باید یه خورده چیز کنیم، چی میگم، مدیریت کنیم اون احساساتمون رو مدیریت کنیم، احساساتمون رو و توجهمون هم باید مدیریت کنیم. Sorry.
خیلی کار قشنگی بود. مرسی. بیت اینا همه چی شالی بودی. خب راجع موزیک نظر بده. آره دیگه نمیتونستم به موزیک خیلی توجه کنم اینقدر که این روزا شعر برای من مهمتر شده واقعا حقیقت حرف مهمتر از بیته ولی بیت عالی بود مینیمال بود یا آرپژیاتو و اون حزن و اون بک وکال حالا من فکر کنم صبر میگفت اون بک وکال خیلی باحال بود که این ملودی بود دا 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 خیلی باحال بود یه کلمه رو هی تو نوتای مختلف گام تونالیته میگفت خیلی قشنگ بود کچیو خیلی دوست دارم خیلی سبکه باحالی داره خارجیه آره. خیلی توی ایرانی ها اصلا مثل کچی نداریم سبک کچی خیلی باشه خیلی کمه چرا؟ آها میخواستم بگم تیک تاک خودشم تیک تاک میخواستم چرا تیک تاک آها تیک تاک آره باید همش میگم پوتک و کچی خوردم و پستم اصلا خیلی خوب شد خیلی بهتر میشه تیمشون هی پیشرفت میکنه زتا هی قوی تر میشه من میبینم اون روزا که هی بهتر و بهتر و بهتر میشه مرسی تا اینجای کار با ما بودین ما بریم ترک دومو بگیریم پیش به سوی آزادی